سلام، صوفی هستم، به کانال من خوش اومدید. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. برگشتم با یه ویدیو ماسک خونگی. این ماسک خونگی که میخوام تو این ویدیو بهتون بگم ماسک جوون کننده است. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. من روی ویدیو براتون توضیح میدم. یه دونه سفیده تخم مرغ، یک قاشق آب لیموی تازه و یه قاشق روغن نارگیل. اگه روغن نارگیل رو طبیعی خودتون توی خونه میگیرید که 100 برابر بهتره. اگر نه حتما سعی کنید روغن نارگیل ارگانیک بگیرین، بیو بگیرین، یا دقت کنین روش نوشته باشه 100% طبیعی. من یه دونه سفیده تخم مرغ توی همزن میریزم، توی میکسر، همزن یا هر چیزی. چون مقدار ماسکمون کمه، با همزنهای برقی یا دستی نمیشه خیلی باش کار کرد. برای همین من ریختم توی میکسر. یه قاشق آب لیمو تازه رو بهش اضافه کنید و یه قاشق روغن نارگیل. اونقدر توی میکسر این رو به هم بزنید، به هم بزنید، رنگش کاملا سفید بشه و شکل کرمی به دست بیاد. یعنی وقتی دستتون رو بهش میزنید کاملا مثل کرم به دستتون میشینه، نباید خیلی آبکی باشه. شاید 10 دقیقه، شاید 20 دقیقه، بستگی به میکسرتون داره. اونقدری بزنید که درست همین شکلی بشه که دارید میبینید. یه ظرف دربسته دارم طبق معمول برای نگه داشتن ماسکای خونگی، حتما توی یخچال نگهش دارید. من شخصا قبلا هم گفتم ماسکای خونگی رو زیاد نگه نمیدارم، نهایتا یک روز، مخصوصا این که توش لیمو داره. لیمو ویتامین سش به سرعت از بین میره، بعد از 20 دقیقه دیگه ویتامین سی توش وجود نداره. ولی باز میل خودتونه، میتونه روی یخچال با در بسته حد اکثر 3 روز نگه دارید. این ماسک رو میتونید 4 بار در هفته استفاده کنید و هر بار بذارید 20 دقیقه روی پوستتون بمونه. نگران لیمو توی این ماسک نباشید، چون سفیده تخم مرغ و روغن نارگیل این ماسک رو خونسا میکنه. این یه ماسک نطخ هست، یعنی خونسا هست. پیچ پوستتون رو تنظیم میکنه، پوستتون رو ترمیم میکنه، روشن میکنه، چربیای اضافی روی پوستتون رو از بین میبره. پس یعنی ضد جوشه، پوستتون جوش نمیزنه. اگر جوش دارید از این ماسک میتونید استفاده کنید. نمیخوام ویدیو خیلی طولانی باشه، کوتاه، مختصر، مفید. این ماسک رو حتما استفاده کنید. بهتون قول میدم ضرر نمیکنید. اگر میخواید پوست زیبا، شاداب، شفاف و جوون و تر و تازه‌ای داشته باشید، حتما این ماسک رو امتحان کنید. یادتون نره 4 بار در هفته، هر بار 20 دقیقه. هر بار که میخواید ماسک روی صورتتون بذارید، حتما صورتتون رو پاک کنید، تمیز باشه، بعد ماسک روی پوستتون بزنید. ببینید این ماسکی که من درست کردم چقدر حالت کرمی شکل شده. بهتون گفتم اگه میخواید اینجوری بشه، حتما خیلی بزنیدش، زیاد بزنید. اصلا کف نمیکنه مثل سفیده تخم مرغا. ببینید به خاطر روغن نارگیل و لیمویی که توش داره کاملا کرمی شکل میشه. پرسیده بودید چجوری همه این ماسکا رو تو هر روز به صورتت میزنی؟ خب پوستت خراب میشه. من همه این ماسکا رو هر روز به صورتم نمیزنم که. من هر دفعه یه ماسک انتخاب میکنم میزنم. هر روزم فرصت ماسک زدن به صورتم ندارم. منم درست مثل شما، کافیه یه غذای چرب بخورم یا چیزی که نباید بخورم مثل گردو، بادوم یا شیرینی، شکلات، سریع صورتم جوش میزنه. و اینجوری نیست که چون من به شما ماسک یاد میدم یا مراقبت‌های پوستی رو میگم خودم پوستم نباید جوش بزنه. چرا دیگه، منم آدمیزادم، پوستم جوش میزنه. این ماسک هم برای پوستای چرب عالیه، هم برای پوستای خشک. بعد از اونم میتونید ماسک رو با یه مقدار آب ولرم بشورید، خشک کنید و بعد کرم، سرم، مرطوب کننده یا آبرسانتون رو بزنید. محدودیت سنی نداره. منظورم از این که محدودیت سنی نداره نیست که برای بچه 3 ساله هم میتونید استفاده کنید. بچه ها رو راحت بذارید، فعلا کاری باهاشون نداشته باشید. ولی برای دختر خانم‌ها، آقا پسرای نوجوان یا از سن 11-12 سالگی اگه میبینید پوستشون مستعد جوشه یا دارن دونه های جوش روی صورتشون کم کم پیدا میشه، پوستشون چربه، ماسکایی که بهتون گفتم عالین، هیچ ضرری برای پوستشون نداره. ولی خیلی دیگه اغراق نکنید توی استفاده از ماسکا برای بچه ها، اذیتشون نکنید، راحتشون بذارید. مطمئن باشید از یه سنی خودشون میان و استقبال میکنن برای استفاده از ماسکا. بچه ها به وقتش خودشون این کار رو انجام میدن. ازتون ممنونم که همراه من هستید و تا ویدیو بعدی، خدافظ.